اینجا اشرف غنی رئیس جمهور در میان نظامیان کشور یک بار دیگر از روند صلح سخن میزند و میگوید که برای تأمین صلح در کشور تمام کوشش های خود را به خرج خواهد داد. برای صلح آرزو داریم، تمام کوشش های خود را به خرج میتیم، مگر آمادگی سرتاسری بر حفظ امنیت و ثبات افغانستان باید داشته باشیم. رئیس جمهور از عملکرد نظامیان کشور بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان قدردانی میکند و میگوید نظامیان کشور در میدان نبرد ثابت کردند که توان تامین امنیت کشور را دارند. آقای غنی تاکید میکند دستاوردهایی که نظامیان کشور در میدان نبرد با قیمت جان خود به دست آوردهاند در میدان سیاست از دست نخواهد رفت. باید همه اطمینان کامل داشته باشیم که چیزی را که قوای امنیتی و دفاعی ما با قیمت خون و سر خود کمایی کردن در میدان سیاست از دست ما نخواهد رفت. رئیس جمهور به نظامیان کشور پیامی نیز دارد. میگوید نظامیان کشور نباید امید بسیار بر روند تامین صلح داشته باشند. لحظه قوای امنیتی و دفاعی ما غفلت کرده نمیتون و ما بر تمام قوای امنیتی و دفاعی افغانستان اطمینان میتون که هیچ نوع پروسه صلح نخواد باشه که دو موجودیت مسلکی بودن و استقلال قوای امنیتی و دفاعی افغانستان تامین نشده باشه. رئیس جمهور غنی فصل سرما را فرصت مناسب برای بلند بردن ظرفیت های نظامیان کشور میداند و میگوید که تلفات بیشتر پلیس ناشی از کم توجهی در تعلیمات نظامی است. دو مقدار مجروحیت و شهادت پلیس بی اثر است. اما بدبختانه یک دلیل عزیز که زیاده از 20,000 نفر پلیس هنوز تربیه منظم نشد. ضرورت بسیار واضح است که پلیس مجهز شوه، پلیس تربیه شوه که از قربانی قابل جلوگیری است جلوگیری شوه. سال روان خونین ترین سال برای نظامیان کشور در 14 سال گذشته گفته شده است. نبود تجهیزات نظامی اصلی در میدان نبرد و کمبود نیروهای هوایی از چالش های عمده نیروهای امنیتی در میدان نبرد گفته می شود و بزرگترین چالش نیروهای امنیتی در میدان نبرد ماین های کنار جاده بوده است.